سپیده عید قربان دنیا آمدم، شدم حاجی خانم. علی که ازم خواستگاری کرد، ازش قول گرفتم که منو بفرست مکه. 14 سالم بود که توی مزرعه از سر ناچاری بچه زلیخا رو دنیا آوردم، شدم مامای ده. بعد از اون بچه های زیادی رو دنیا آوردم، اما یکیشم مال خودم نبود. یک بار به علی گفتم زن بگیر، همون بار به سید غریب قسمم داد که دیگه هیچ وقت این حرف تکرار نکنه. کبرا و غلام که توی رودخونه غرق شدن، علی اجازه داد که مهرعلی 6 ماهه فرزندی بیاری. علی همیشه یاد قولش بود، ولی انگار قسمت مکی من به عمر اون نبود. نفس آخری که میکشید گفت شرمنده تم سلیم جون، نشد. ولی اگر به آرزوت رسیدی، نایب و زیاره منم باش. درد نکنه سید، بالاخره حاجتمو گرفتم. دیر شد ولی دروغ نشد. حلالم کن سید.
بیبی جان سوار کن بده من. بیبی جان بیبی نشه خیلی وقت منتظری، بریم وگرنه به خداحافظیان نمیرسی. یا آمدم. همینجا حسین خونه ما نگاه میکنی. نگاه شرفتی به حواس داره بچه یه نوز. حسین بله بیا دیگه. نصیر شب نشده بگردین هم زور بزنین دیگه، قول بدین درست. ایفل نون زود باشین دیگه. اصلا مایه از اینجا قول بدی؟ نصیر برو لازم نکرده قول بدی، های کریم بفهمه محشر بپا میکنه. حرف نزنی زور بزنی یا علی. گفت تو ماشین هول بدی؟ مگه تو ناموس سرت نمیشه بی غیرت؟ خب اگه گلنار رو به من هدی گلنار رو مخ میشه ناموس من، همون سفید بخ میشه هم من ماشین تو رو هول دهم. تو میزنی؟ میدست ول کن تو بازم بزنی. پس تو اون پشت چه غلطی میکردی ها؟ خبرهای تازه نصیر جان؟ بالاخره مشتی کریم قبول کرد بری خواستگاری گلنار؟ اون قبول بکنه ریشش بسوزه. لای نفرین عیب نصیر جان. شنیدم رفته بودی زیارت. زیارت هم کردم ولی بیشتر برای دادن خمس زکات رفته بودم. پس از الان رفتی پیشواز مکه حاج کریم. مش کریم نه حاج کریم. هر وقت مشرف شدم به هم بگین حاج کریم. چرا بهت بر میخوره کریم؟ خیلی ها تسبیحشون نصف دونه های تسبیح تو رو نداره، تا قوم هم نرفتن، مردم بهشون میگن حاجی. من به مردم چیکار دارم؟ من نمیخوام حاجی دروغکی باشم. ولی خدایش اگه بیبی نوبتشو بهت میفروخت و امسال میرفتی میشدی اولین حاجی ده.
اون وقت تا دنیا دنیا بود میگفتن اولین حاجی تازه آباد حاج کریم بود. تو معلوم نیست که شوخی میکنی که جدی حرف میزنی. جان کریم جدی میگم، اون یکی چاییت هم بخور حاجی یه سال دیگه. لعنت بر دل سیاه شیطون. سلام دارم فاطمه، دیدی گفتم بی حلالی از تو خونه خدا نمیرم. این گلنا رو ببین، ننه جونو بردیم مریض خونه شهر، دکترها گفتن حالا حالا باید بخوابه. ای به این کریم گفتم ننه تو عین من پاجله و گوره، اسم اونو بنویس برای مکه، خودت که هنوز وقت داری. من گوش نکرد که نکرد، میترسم ننه فاطمه عین مشت صفتر حسرت به دل از دنیا بره. اگه بابات بفهمه دروغ گفتی هر سه تا ما رو کباب میکنه قاسم. آی بابام قبر خونه است. بی بی جون داره میاد. خب بیاد، مغز تو هم خر خورد. باش کریم، بی بی حتما حال ننه فاطمه رو از تو میپرسه، چیزی بهش نگی ها، بذار با دل خوش بره سفر. یعنی دروغ بگم؟ آدم که به خاطر دلخوشی کسی معصیت نمیکنه. ننه من مرده، منم به دروغ مرده رو زنده جا نمیزنم. این دروغ مصلحتیه کریم، خدا خودش میبخشه. تو نمیخواد برای خدا تعیین تکلیف کنی؟ لعنت بر دل سیاه شیطون. آقا جان تو اصلا هیچی نگو، نه دروغ نه راست، گناهش هم گردن من. نسیر نگردر از بدالله حلالیت بخوام. بی بی جان سلام، التماس دعا. قربان شما. چشمت که به خانه خدا افتاد یادی از ما بکن. این صدا آشناست. آقای مشکریم خانه. بی بی جان ناراحت نشو، گای چایی میپره تو گلوش، مال حناق بچگیشه. دنیا که میخواست بیاد مادر خودشو خیلی آزار داد، بعدش هم زفلک حناق گرفت. ای کریم نظیر گلدار هم دیگری میخواد تو کار خیر اینقدر نه نیار مرد. کله پدر نظیر بطلا، یه دستی به این صاحب مرده بزن. سلام آقا کریم، خوب شد که دیدمه. دو تا نام برای دهتون دارم، زحمت شو برام میکشی؟ میبینی که من پشتم به ده روم به شهر. عیب نداره، اونو که برگشتی بده ثواب داره. منم کلی نامه دارم که باید این دهونده ببرم. مال کی هست؟ یکیش مال مصیبه، یکیش هم مال بی بی. بی بی؟ کی برای بی بی نامه داده؟ از سازمان حج و زیارته. فتولا نسیر رو ندیدی؟ بی بی رو برده تنگرود برای حلالیت. ببین چه جوری ما رو جا گذاشت، قرار بود بریم جور محله برنج بیاریم برای عروس.
سلام علیکم. چی شد برگشتی؟ سلام. نامه چیه؟ از اداره زیارته. نوشته بیبی نمیتونه بره مکه به خاطر جواب آزمایش پزشکی. یا امامزاده غریب، الان چی بکنم؟ هرچی قسمت، لابد خدا نتلویده. زبونت گاز بگیر کریم. این دفعه رو نمیشه زبون گاز گرفت، باید راست حسینی حقیقتو بهش بگیم. اصلا شاید به خاطر دروغای شماست که خدا جوابش کرده. مشکریم، مواظب دهنت باش، خدا رو غر میگیره ها. مشکریم، تو رو به جانتی قاسم سعی بکن تا فردا این خبر رو به کسی نگی. که چی بشه؟ که برم شهر اداره حج و زیارت ببینم چه میشه کرد. کله سهر خودم میبرمت. که بری نوبتشو بخری ها. لعنت بر دل سیاه شیطون. بستنی دارم، بستنی درجه یک دارم، بستنی دارم، بستنی درجه یک دارم. خدا با خودم این روزا انشاءالله. بابا بابا بیا بی بی. نمیخواد زینب خانم بری پیش بی بی، پیش بابا بمون. بی بی داری میریم مکه، که آشو پشو باته میده. خودم میدم گل پسر جان. آهای رجب علی، بی بچه ها بستنی بده، همه مهمان من. داره بی بی میخواه دب به دب به دبه. ای قربان زینب خانم، گسته نداره زینب جان، باید بستنی تو برده چوبش خواهد. آفرین آفرین، سوهاد از این بهتر نمیشه. این چوب شیرینه، میبرم کنار خونه خدا میذارم تا همه بدونن زینب برای خدا بستنی فرستاده. پومه جان آخای بنویس برای فتول آقا و چی یه پیرن. گلنار ره یه چادری وال سفید. زینب ره یه عروسک. نصیر ره بنویس. شما چی میخوای بیارم جون؟ ای طرف نصیر جون. آها برای نصیر جان بنویس حاجتش بخوام که با گلنار خانم عروسی بکنه. برای کریم بنویس یه تسبیح. اون که خودش ده تا تسبیح داره. سوغات خونه خدا یه چیز دیگره پسر جان. مال مشتگی من حد بزن. برای ننه فاطمه بنویس خلعتی آخرت. فکر کنم خودش داره بی بی. میدونم، خدا رحمت بکنه مشت سفتره، از مشهد برای خودش اون آورده بود. سر ماه زیارتم که میشد مال خودشو میپوشید میرفت امامزاده غریب مجاور میشد تا
تا عید قربانم با هیچ کس حرف نمیزد، مخصوصا با کریم. خدا بکنه کاری رو که کریم در حق بابای خودش نکرد برای مادر خودش بکنه. خدا رحمت کنه ننه. میز دفتر رو بسه دیگه جون، موقع رفتن حرفای شیرین بزنیم. دعا کن دروغ باشه. چه خبر؟ واقعیت داره، نمیتونه بره، فقط کار تو، تو باید بهش بگی فتح الله. از من نخواه مهرعلی، این کار من نیست، اصلا کار هیچ که نیست. آخه کی دلش میاد این خبر رو به پیرزن بده؟ با قسمت که نمیشه جنگی، لابد یه خیری درش هست. اگه شماها سختتونه که بهش بگین، خب من میگم. چی شده مروارد؟ دیگه چی میخوای بشه کلثوم؟ خدایا خودت شاهدی، هر بچه ای رو که دنیا آورد به جای مزد به مادرش گفت دعا کن مکه نرفته نمیرم، حالا اینه دست مزدش؟ آخه چه حکمتی داری تو شکستن دل این پیر زن که من بنده سردر نمیارم؟ زبونتو گاز بگیر میرعلی. چرا کف میگی؟ نباید بذاریم بهش بگن ببین بمیری یا سید غریب، خودت کمکش. مهرعلی من میگم یک کم دیگه هم صبر کنی، شاید یه راهی باشه. آخرش چی؟ الان بهش بگیم بهتر تا ساعتی که میخواد راه بیفته، بعد میگم فتح الله. هر چی شد پای خودت، جواب خدا رو هم خودت بده. تو بعدش بیبی جان دیدی؟ نه، هیچ کس ازش نیومده بره تو، همه رفته، بابا تم زده بگه کو.
بیبی جان سلام. سلام بیبی، خوبی؟ خوبم، خوبم. مشکریمو دیدی؟ دید. چی گفت؟ حرفای مشت کریم شنیدن داره؟ گوشش نبود، فکر کنم نشیده باشه، یعنی خدا کنه نشیده باشه، ولی اگه بفهمم بازم بهش میگم، مخصوصا بابای تو. بار مسخره کردی، خودت میدونی از بس بیبی رو کل کردم آوردم این بالا بشت، کمر درد گرفتم، با قابل نیستم او که هست. دست در نکنیم امزاد غریب، چه فکری به سر امزاد. یهو چی شد طالب؟ خودم میبریمش مکه، چی میگی؟ ببینیم تا بهت بگم. فکر کنم هنوز زنده باشه، خونش رو جرمله است. بودو بودو بریم، اگه میانبور بزنیم یک ساعته میرسیم. ما پنج نفر بودیم از منطقه دلمان اشکاوی وارد راهی شدیم با پای پیاده. پای پیاده؟ تو حرفم نفر حواسم پرد میشه. بچه جان که از این مملکت با پای پیاده رفته تا ما دومیش باشیم؟ ما پای پیاده رفتیم تا به کاروان برسیم. به به چه کاروانی، 500-700 شایدم 1000 تا شطور. شطور؟ گفتم تو حرفم نیا، گردن شکسته. بیای مدرسه بهت میگم گردن شکسته کیه. تقصیر اون چیه؟ داره حرفای پدر بزرگش رو ترجمه میکنه. سازنده بازم بپرس. پدر بزرگم میگه اینقدر تو حرفم نیا، معلومه که شطور قاطر تا نمیتونه یک ساعتم تو سرای عراق دوون بیاره. پدر بزرگم میگه سب کنید تا از اول سفر براتون تعریف کنم. ما پنج نفر بودیم رای خانه خدا شدیم. از ما چرا رایی بداریم؟ چه داریم بیرم مکه؟ خب برای اینکه بیبی جان رو ببریم. مگه ما میخواییم واقعا ببریمش مکه؟ تازه مگه بیبی جان خودش رفته که بدونه، نه ما میدونیم چه داریم بیرم، نه اون بیبی جان شنیده ما هم شنیدیم. ما باید بیبی رو با گوش ببریم مکه، نه با چشم قاسم. ولی بیبی که میبینه. چه داری میبینه؟ نه ایدی گلنار باندن فاطمه عوضی گرفت؟ اون فقط بیبی من نیست، بیبی همه شماست. اگه شما کمک کنید قول میدم که میشه این کار کرد.
ولی نباید بذاریم بزرگترا بفهمن، چون میگن نمیشه یا گناه داره. ولی من مطمئنم که خدا خودش کمک کنه. چرا اینقدر ساکته؟ بذار به حال خودش بمونه. قرص قلبشو دادی؟ دادم. باید قبل از اذان صبح راه بیفتیم. آسان تو رانندگی بلدی؟ نه اینکه با اون میزنه دست به گرگیرش بزنم. بس باید نسیر خبر کنی. چی؟ مگه اون تالا پشت دوت نشسته؟ چه فرمی میکنه؟ مهم که از فرمون گردتاشون دارن. تازه میگفت تو سربازی رانده جیب بوده. همیشه به دلم بود که یه روز میرم زیارت خونه خدا. اسیر جان، حالا بلدی دوجمش کریم برونی؟ عین اسب، بچه ای هنوز. اقلا بگو اینه تیره خیالمون کم جمع شه. تیره عین قاطره، نه اسب. خیلی خوب دیگه، پس نسیر قرارم قبل از اذان صبح جلوی خونه قاسم. خودم فهمیدم. اگه فهمیدی بگو چی گفت. یه صد مونده به اذان صبح جلوی خونه گلن خانم. فهمیدی؟ چی گفتی؟ یخم اولا کن. اگه از این به اسم عمو گلنار بیاره من دیگه نیستم. اتفاقا تو هستی هم عمو گلنارت. عمو گلنارم واسه چی؟ برای اینکه ما مردیم. یه زن بایی باشه که به بی بی برسه. بابام خونم میرزه. اگه عمو گلنارم راضی نباشه چی؟ گلنار خانم با من. حاضرم. حاسم بودو بیا بریم دیر کردیم. بچه هر بدیم. خودم بلدم. حالا بکشن اینطور روشن میشه. خودم بلدم الان میکشم. بلدم اما گندی جا نمیره. جا نمیره؟ یعنی چی جا نمیره؟ جا داره بپا کارمونه بگی جا برفن. سالمم. معلومه که سالمم. بچه هنوز با گریه که کار درسته میشه. اگه برم خونه بابام منو میکشه. ما به خونه نمیریم. تو هم اینجا باش، ما میریم بیبی رو میاریم سر را سوارت میکنیم. سوار چی؟ تیره رو نسیر چی؟ من حاضرم، بریم. Thank you.
بیبی جان باید را بیفتیم. کجا؟ مکه. من و بچه ها باید ببریم راهی تو. بیبی جان بریم دیر میشه. مگر وقتشه؟ خودم چی بکنم؟ ما دیل شما بچه ها چی بکنم؟ هیچی نگفت؟ رفته خودش انگار رفته اون منی که نیاد چی؟ این دوزه سا مرده تو کوی گنده و من چی کار میکنه؟ یکی به من بگه تا خودم و این مشکلی مو نفشتم. به پیر به پیغمبر قسم منم نمیدونم این سا مرده چطور اومده اینجا. اما من میدونم چرا. هر که دابازی ها به خاطر یه باتری ماشین میذاری تو سراسیری اونم تو خودش در رفته اومده تو زندگی من. خب مسیم اگه خودش را افتاده اومده این همه جادره چجوری چپرست پیچیده؟ چجوری پیچیده؟ یه خونه خدا تو دشت و دره هست. پس کجاست؟ همون وری یکی وقتی دعا میکنیم دستامونو اون وری بالا میگیریم. اون بالا خیلی بالاتر از ابرام بالاتر بالای سنگ سیاه. اصلا فکر نکنم شما بتونیم بیاریم اینجا. بچه این هنوز ولی من بی جانو با خودم میبرم. خودم میشم حاج نصیر، گلنارم میشه زن حاجی. بی بی جان خودت به اینا بگو جاده سنگ سیاه کدوم بره. سنگ صفا نه سی جان نه سنگ سیاه. داماد جان فکر کردی این دوجه آبجی من هیچی نخورده برات کار کنه؟ بابا ماشینه باید بنزین بریزی تو عرقش را راه بره. تو دیگه چاک دهنه تو ببنم باز خولی. من نمیدونم امروز تو این آبادی چه خبره. دوجه حوث گندم جو کرده جماعتی هم راه افتادن جاده یلاغ میخوام برن خانه خدا. کیا رو میگه باز خولی؟ یکیش بیبی خوده نصیر سوارش کرده بود. گفتم نصیر کجا میری؟ گفت داریم میریم خانه خدا. نصیری دیگه کارش نمیشه کرد.
آبجی گلنار و قاسم هم همراهشون بوده. یا حضرت عباس، اونا کجا رفتن؟ کار خودشون دو جمعونا آورده اینجا میکوشم ات نسی نموز دوست مده منم بخواده کجا هم هشکری؟ اینجا کجا هست خانم؟ اینجا بقیه شهدای بی نام و نشون مادر. مراب کعبه اون سرزمین جان ببری، مراب کعبه سرزمین جان بری، به سوی قبله دلهای عاشقان بری، مرا که مهر بقیه است در دلم چه شود اگر به جانب من قبر بی نشان ببری، مرا اگر شدم از دست بر نگردانی، به روی دست بگیری دو بیامان ببری، کسی صدای مرا بر زمین فرشته ها سخنم را به آسمان ببری. دیدی یه دی باطیلر از این برا برن؟ دیدم، چه نفسی داشت بیبیشون، رفتن بالا سمت ییلاق صفا. خیلی جلوترن؟ اگر توی راه نمونن بله. Thank you.
حیوان باید چونی مشکلی مزه بیزده. خدا به داد همون برسه. نترس، سالمه، دوباره سوار شده رفته. خدا میدونه چه بلای سر قاسم و نصیر و گلنار بیاره. بجنبی بی. اگه از این را بریم بی بی حتما میبینی. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم برگردیم. دیگه نمیتونیم برگردیم. یه جوری داره با خدا صحبت میکنه که واقعا داره میرفیشش. ای کاش یه قاطر داشت. من قاطر خودم کولش میکنم. اون وقت نمیگه همه با تیاره میره خونه خدا. اینجا کجاست که شما منو کول کردین؟ خب تیاره هم از این ور میرن. خب از این ور میان، از این ور میرن. اول با تیله رفتم بالا، بعد باز برگشتن سر دورا، با سلام و صلوات رفتم پایین. گفتن میخوایم بریم سوار تیاره بشیم بریم خونه خدا. قبل از شما هم همه اینا رو به این مرد سواره گفتم. فکر کنم بدونم کجا رفتم. کجا؟ طالب فکر کنم این بلال حبشی باشه. سلام آمو جان. سلام. 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 ندیدی اینایی که با این تیلر اومدن کجا رفتن؟ چرا صلوات فرستادن و سوار تلکابین شدن. من میخوام سوار بشم. با این وضعیت کدوم هست؟ منظورم اینه با این همه گند و لجن میخوای سوار بشی؟ جادردش نزدیکه، تا پایین نرسیده بچه میان. خونت کجاست؟ آه
به چرخونش. هیچ نترس، راحت توی شکم میچرخه. چرا خودش نمیره کمک؟ دستاش نا نداره، چشماش هم خوب نمیبینه. اگه زنا سریزا بده چی؟ هیچ کسی که دست بیبی سریزا نرفته. نگاه بکن، همه ما رو بیبی به دنیا آورده. شاخ شمشاد یا زور بزنه، انگار داره از حال میره. نترس گلنار، کیسش و گوله بکن توی حلقش، حقش میگیره، زور میزنه. بیبی جان مادرش چی؟ بی حال ولی بهوش. عجب. آخای خدا خیرت بده بیبی جان. اون درم مدیونه تا اول ممنون خدا باش بعد اما چیزش نیست، ضعف کرده. منم اول بار هم اینطور بودم. آب قندش بدین. بخور بخور. نه ترس نسیر، خوبه. معلومه که خوبی، تو از همه بهتری. تو یه گوشش ازم بگو بیبی، نفس تقه. ناکر 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 خدا عمرت بده بیبی جان. الهی خدا خودش هرچی میخوای به تو بده. بیبی دیگه خدا چی میخواد؟ همین زیارت مکه رو میخواست که اونم بهش داد. نگهدار نسه، حالا بیبی بد شد. قرصاشو نیاوردی؟ یه حالش بد بشه چی؟ میخواین شما بریم، من دارم خونه قرصاشو بیارم.
بچه تو اصلا میدونی چقدر راه اومدی زرت و زورت میکنی؟ قاسم آب بریز کف دستم. بیبی جان ارزاد جا مونده، برگردیم؟ بریم. کجا؟ خونه؟ بلده، اگه خودت نگفتی وقتشه. طالب آبه بده، تخته بگیر. پیدا کردین؟ نه، راه تو علفا گم شده. یعنی ما گم شدیم؟ میگی اینچه آدم گم میشه به چی هنوز؟ سی جان، اگر من همینجا با صدای بلند به همه بگم که نصیر از تمام آدمایی که من به عمرم دیدم هم عاقل‌تره هم بهتره، آروم میشه جون؟ حالا پاش باشه صورتت آب بذار، راه دراز جان. از حالا به بعد هر کس حرفای ناجور به نصیر من بزنه معلومه بچه از خودش هنوز. بوجود رفتم طرف سنگ صفا. که ما در این بالا میریم میترسم به خود خدا برسیم.
برای فتولای پیرهن، برای گلنار چادری سفید، برای زینب یک عروسک، واسه نصیر حاجتشو بخوام تا با گلنار عروسی کنم. یه حاجتی برات رو بکنم نصیر. لبيك اللهم لك لبيك لبيك اللهم لك لبيك يا رب خندي آيم بسرايم اينك اين من جانم بفدا لکه لبیک لبیک اللهم لکه لبیک کارا همه گناهه معصیته بیبی اینه که داری دورش میگردی فقط یکی که سنگه اگه دیوونه شدی اینجا که مکه نیست بیبی همه دارم بهت دروغ میگن مگه من بهت نگفتم نام اومده که حج نمیری خدا نتره بیده بیبی آخر رومی آوردنت یک مکه دروغی باور کن اینجا خونه خدا نیست دهنتو گلا مش کنی لعنت بفرست به شیطان بذار یکی حقیقتو بهش بگه این فقط یه سنگ سیاهه گله تو سنگ سیاهه مش کنیم شیطان به جلدت رفته Thank you.
دعوتم کردی آمدم منم راز برازایت تو دادم زکر می کشیم دست خودم لحظه به لحظه کم شدم شب من شب گریستم با دل من چکم در عجبم که پیش از این همه سال تو چه گم نزیستم با دل من چه کردی مکه بودم نخره خدا من برد خانه خودش علی پدرم این مهرالی هم اونجا بود من فاطمه هم بود این جوانی های و های سفتر آمده بود های سفتر احرام تنش بود گفت به کریم بابا اینقدر تلخی نکن پسر سال دیگر مشرف میشی چند بارم سفارش نصیر جان کرد ننه بابای کلسو من بودم قیمت برخا آبجی حلیمه مادر خودم هم دیدم کنار کعبه بود من گفت دیدی سلیمه جان بالاخره نایب و زیاره همه ما شدی همه مادرها بودن همه چه میخوایی بپرسی؟ خدا پدرت بیامرزه داشتم خفه میشدم میخواستم بپرسم این سوغاتی ها برای کیه؟ سوغاتی های بی بیه آفرین دست درد نکنه آقا کریم فکر نمی کنی یعنی مطمئنی چیزی رو یعنی چیز رو از قلم ننداختی؟ نه خدا رو جوی پس سوغاتی منم هست دست درد نکنه سیگه دیگر سیگه به قریب سبب نمی کنه هیچ جای این خاک خدا قربت نیست قربت که دل ما بنده است
میان. یواش. آها. ای ای ای. آفرین آفرین.